سلام، نمایشگاه خودرو مشهد هستیم. غرفه سایپا چند تا ماشین خیلی مهم آورده. اول با این میخوام براتون شروع بکنم، خودرو چانگان CS55 پلاس، دومین خودروی وارداتی سایپا که تعدادی از اون حتی به کشورم وارد شده، بعد از نسخه CS35 پلاس. پشت دوربین هست، شما الان نمی‌بینی، قرار CS55 پلاس به بازار بیاد. موتور 1.5 لیتری توربوشارژ، حدوداً 170-180 دست بخار میتونه تولید بکنه، نزدیک 280 نیوتن متر گشتاور و گیربکس دو کلاچ. از نظر طراحی خیلی شبیه خودروی چانگان یونیکی هستش که خود سایپا داره کار میکنه، ولی خب میبینید طراحی خیلی عوض شده، جلو پنجره خیلی بزرگ، چراغای کشیده و باید بگم چانگان نسبت به نسل‌های قبلی از نظر طراحی خب خیلی رشد کرده. بیایم عقب ماشین بهتون نشون بدم. طراحی عقب ماشین رو ببینید خیلی متفاوت شده، یه مقداری دی ان ای یونیتی هم میتونید توش ببینید، مثلا این بال عقب رو ببینید یه مقداری شبیه یونیتی هستش یا چراغا، ولی خب باید بگم اون طراحی واقعا بهتری داره، حتی یونیکی هم به نظرم از CS55 پلاس بهتره. ولی این دو طرف رو ببینید، دوباره خروجی های اگزوز فیک داریم، این توش پره، من خودم به این حساسم، ولی یونیکی رو که ببینید دوباره این دو طرف دو تا خروجی دوال اگزوز خیلی خوشگل داره. کاش این ماشین هم همونطوری بودش. بیاین داخل ماشین بهتون نشون بدم. طراحی کابین CS55 پلاس خب خیلی متفاوته. این وسطش و این قابلیت فرمون، این که صفحه نمایش کلاستر اون بالا هستش، خیلی منو یاد پژو 2008 میندازه، چیزی که توی 2008 ما توی ایران دیدیم، ولی خب یه صفحه نمایش اینجا اومده بیرون، یه فرمون خیلی کوچیک، حالا هر دو طرفش تخت، هم بالا هم پایین. اینجا می‌بینید دو تا جا هست برای شارژ موبایل ها، دوربین 360 درجه، سقف پانورامای دو تیکه و خب خیلی متفاوت شده. مثلا صندلی های اسپورتی که الان خب خیلی متفاوت شده نسبت به نسل‌های قبلی چانگان که داشتیم. امیدوارم این خودرو با تعداد قابل توجه بیا تو ایران، در صورت جزء چینی های جدیدی هستش که عرضه شده، چینی قدیمی نیستش. هم این هم یونیکی هم یونیتی، امیدوارم که به زودی توسط سایپا به صورت سی بی او عرضه بشه. Yeah.